تکنیک نوک قلم رنگ بچه‌هایی که کلاس‌های آنلاین هستن آشنام با این تکنیک. در حقیقت من دارم با روشی که فقط نوک قلم حامل رنگ هست و بقیه قلم آب داره به این روش دارم فرم گلبرگ ها رو مشخص میکنم، چون قصد دارم گل رو به بالا باشه قسمت مرکزی رو درست روبرو وسط نمیذارم که گل از روبرو دیده نشه و زاویه گل رو به بالا باشه. بعد از اینکه لکه ها رو گذاشتم با قلم و آب تمیز مجدد رنگ ها رو در جهت صحیحش محو میکنم. و ببینید که چطور گلبرگ ها رو سعی میکنم اصطلاحا نگاتیف کنم و مشخص کنم، چون قلموی انتخابیمون نرم هست در نتیجه وقتی چندین بار هم به این صورت روی کاغذ کشیده میشه آسیبی نمیزنه به کار، چون طوریه که گویی داره مقوا رو نوازش میکنه. برای قسمت های تیره به همون رنگ کمی بنفش لوندر اضافه میکنم دوستان، طبق همون کاری که تو همون مرحله اول هم تا حدی انجام دادم. شاید اکثرا منو با در واقع نحوه کار کردن منو با قلموی شمشیری بیشتر دیدن یا قلموهای سرکج، اما الان میبینید که با قلموی سرکج هم میشه خیلی نقاشی خوبی کشید. پس خیلی هم ابزار محور نباشیم، وابسته به ابزار نباشیم. هر اونچه که داریم اگر از قابلیتش آگاه باشیم میتونیم استفاده مفید رو ازش داشته باشیم. خیلی خب، من دوباره میرم سراغ اون رنگی که برای اطراف گل استفاده کرده بودم، یعنی کریمسون لیک و رد براون، و اینجا قصد دارم که حالا بیام و یه مقداری به این گلی که اینجا کشیدم شکل و فرم دلخواهم رو بدم. کمی لوندر هم اضافه میکنم که اون سردی لازم رو بتونه تامین کنه. من با لحظه که دارم این تیرگی ها رو میذارم تمام تمرکزم روی اینه که چه اتفاقی برای گل اصلیم داره میفته، چه شکل و فرمی دارم به این گل میدم.
این نکته رو گفتم که اگر به هر دلیلی اون لبه فراموش شد که محو بشه، مرحله دوم که این فرم رو به گل میدیم، تو این مرحله میتونیم بیایم کمی از این رنگ ها رو به آهستگی وارد گلبرگ ها بکنیم تا اون مرز و برش تند رو نداشته باشیم. فقط خیلی اولا خیس نباشه، قلممون هم خیلی پر آب نباشه که وقتی میذاریم انفجار ایجاد نکنه توی رنگ ها. بسیار خوب، بریم سراغ این یکی گل، جون بریان. این بار با کمی قهوه‌ای رد براون، ببخشید قهوه‌ای لایت رد، حتی کمی نارنجی رو هم من به رنگم اضافه میکنم و اینجا هم باز دارم حواسم به فرم گلبرگ هایی که داره شکل میگیره هست و بعد از اینکه رنگ ها رو گذاشتم با آب تمیز شروع میکنم به محو کردن. دوستان، کلاس های آنلاین ما هم در واقع به همین شکل برگزار میشه، فقط تحت این برنامه نیست، تحت برنامه زوم هست و ویژگی حالا مثبتی که نسبت به اینستاگرام داره اینه که هر زمان هر کدوم از دوستان هنرجویان تمایل داشته باشن سوالی بپرسن یا مسئله ای رو مطرح بکنن، میتونن میکروفونشون رو باز بکنن و سوالشون رو بپرسن، یعنی یک گفتگوی دو طرفه هم حین کلاس ما داریم. خب توی اینستاگرام این امکان نیست. ببینید که چطور قسمت هایی از گل که تو سایه قرار گرفته رو من با رنگ های سرد اون حالت سایه و سردی و تیرگی رو تو همون ایجاد میکنم که حجم گل ما به واسطه قسمت‌های گرم و قسمت‌های سرد، قسمت‌های نور و قسمت‌های تیره بتونه تفکیک بشه. دوباره حواسم هست که چه شکل و فرمی دارم به این گل میدم. کلاس های آنلاینمون بچه ها میکروفون رو باز میکنن و اعلام میکنن که استاد این قسمتی که دارین کار میکنین توی کادر نیست و من اصلاحش میکنم. اینجا یکم باید حواسم باشه که قسمت هایی رو کار نکنم که یا خارج از کادر باشه. کم
کمی هم از این تیرگی ها رو چاشنی کار بکنیم تو قسمت هایی که لازمه. گلها چقدر به سمت چپ میان، کمی هم حالت نیمرخ‌تر پیدا میکنن و از اون حالت چای همه گلها بخوان از روبرو باشن و همه در حال نگاه کردن به ما باشن، خب خیلی ترکیب نه منطقیه و نه درستیه. پس هر چقدر که به سمت چپ میایی میبینید که این گلها در حال تغییر زاویه هستن و دارن میچرخن به سمت چپ. خب بریم کم کم کمی هم سبز رو بیاریم اضافه کنیم به کارمون. از همون سبزی که خدمتتون نشون دادم اول کلاس دارم استفاده میکنم. ابزار مهمه اما دوستان ابزار دیگه در واقع یک بخشی از موفقیت یک کاره، یک بخش مهمش تجربه هنرمندی هستش که داره با ابزار کار میکنه. گاهی اوقات دوستان از من سوالایی میپرسن که خیلی جالبه، بعضی هاشون که واقعا سوالای شاهکاریه، شاید باورتون نشه ولی حتی از من پرسیدن که اصلا دستمال کاغذی که باش قلمتون رو خوش میکنین چه مارکیه. واقعا مهمه ولی نه اینقدر که دیگه ما بخوایم راجع به مارک دستمال کاغذی هم صحبت بکنیم. من تصور میکنم که حتی احتمالاً مارک دستمال کاغذی هم ممکنه اهمیت و تأثیری در کیفیت کارمون داشته باشه. بسیار خوب، دوباره فعلا کاری نداریم با این قسمت، یه برگ هم اینجا اضافه کردیم. بریم سراغ این گل اصلی ترمون، این کمی از زوم هم درش میارم که مخلفات اطرافش هم قابل رویت باشه. گل برگ ها رو مشخص میکنم و بعد با قلم و آب تمیز به نرمی شروع میکنم به محو کردنشان. به 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 این چقدر لطیف محو میشن. بریم دوباره سراغ لوندر و کمی دوباره رنگ سرد رو به این قسمت ها که سایه هستن به این صورت اضافه کنیم.
از همه دوستانی که لایو امروز رو هم زحمت کشیدم و در حقیقت استوری کردن و اطلاع رسانی کردن به دوستانشون، نهایت تشکر و سپاس رو دارم. خب میریم سراغ اون مرحله‌ای که داریم به گلمون شکل و فرم میدیم. خیلی هم نمیخوایم رنگمون پر رنگ باشه، به خصوص تو این قسمت هایی که قسمت های دورتر گلمون هست. و همونطور که میبینید و احتمالا هم میدونید، معمولا طراحی نمی کنم من کار رو، و همچنان که در حال رنگ گذاری هستم به طراحی هم میپردازم. وقتی طراحیتون در حد مناسبی باشه، این اتفاق کاملا یک اتفاقیه که کار رو برای شما واقعا راحت میکنه. مثالش مثل این میمونه که شخصی فرض بکنید سخنور خیلی خوبی هست، فن بیان خوبی داره، سخنور خوبیه، و حالا بخواد از روی یک نوشته بخواد برنامه رو اجرا بکنه. خب وقتی اون توانایی درش هست، خوندن از رو متن براش خیلی سخت تر میشه دیگه. این هم به همین صورته. وقتی شما طراحیتون از یک سطح مناسبی برخوردار باشه، بدون طراحی کار کردن خیلی میتونه براتون هم لذت بخش باشه، هم کارتون رو راحت تر بکنه. نترسید و سعی کنید از تنوع رنگ زیادی تو کارتون استفاده بکنید. هیچ اتفاقی نمیفته، به شرطی که رنگ‌های شما از نظام درستی برخوردار باشن. این تنوع رنگ میتونه کار شما رو خیلی زیبا بکنه. الان ببینید تو همین منطقه چقدر رنگ‌های متنوعی استفاده شده. یه بخشش هم واقعا همون رنگ‌هایی که گفتیم رنگ‌های پرت به منظور رنگ‌هایی که برای قسمت‌های دیگه کار شده تو مراحل قبل و هنوز رو کف پالت ما هست، که بخشش واقعا همون رنگ هاست. سعی میکنم به زودی دوستان یک لایف هم با موضوع منظره داشته باشم برای کسانی که منظره دوست دارن، چون اغلب لایف هایی که من داشتم موضوعش گل بوده. حتما سعی میکنم که نه خیلی دیر یا دور، اما سعی میکنم حتما تو برنامه‌مون باشه که منظره رو هم تو یک جلسه ای در کنار هم تجربه کنیم. من از ترکیب سبز با آبی اولترامارین استفاده میکنم، به خصوص برای قسمت های سبز که توی
سایه ها قرار گرفتن استفاده از این قابلیت های قلم فوق‌العاده است. رنگ سرد برای قسمتی از گلبرگ ها که در سایه بیشتری قرار گرفتن و همزمان محو کردن بخشی از این سبز ها ببینید سعی میکنم گل گرد نباشه، یعنی گلبرگ ها این حالت آمیبی رو داشته باشن، یعنی از اطراف و از فضاها داخل فرم بریم. بسیار خوب، این رنگ اینجا رو هم کمی محوش بکنیم. میبینید که من تو قسمت مختلف دارم کار میکنم، یعنی حتما اینطور نیست که یک گل کامل تموم شه و بعد بخوایم بریم سراغ گل مرحله بعد. پس بدون خیس در خیس کار کردن، اگر آبدار کار بکنیم و با قلموی که پر حجم رنگ و رنگ رو برمیداره کار بکنیم، میتونیم طوری کار بکنیم که واقعا به لطافت کارهای خیس در خیس هم بشه کارمون. هم کمی بیام این ور و چند تا لکه روی این گل بذاریم. خیلی نباید پرکار باشه این گل، برای اینکه گلیه که دیگه تو به منبع نور ما هم نزدیکه، میخواییم شدت نور رو تا حدی نشون بدیم، در نتیجه خیلی پرکار و پرکنتراست کارش نمی کنیم.
مراحل این همون شرایطی که بود در حال پیشرفتنه، یعنی تکنیک همون تکنیک رنگ ها رو میذاریم و بعد با آب تمیز رنگ ها رو محو میکنیم. برای قسمت هایی که قصد داریم کمی تیره تر بشه، کافی که غلظت رنگمون رو کمی بیشتر بکنیم تا تیرگی بیشتری رو بتونیم از همون طیف رنگ تقریبا داشته باشیم. ببینید دست من چجوری قلم داره میچرخه، یعنی یک بار قلم به این صورته، یک بار به این سمته، به این سمت. یعنی بایستی حواسمون باشه که از تمام این زوایا استفاده کنیم، یعنی دستمون مدام در یک زاویه حرکت نکنه. اینطوری میتونیم هم راحت تر کار بکنیم، همین که قلم در جهت درستش میتونه حرکت بکنه. از این من فقط تایم رو ندارم، اجازه بدید این تایم رو ببینم. خوبه 32 دقیقه است، فرصت داریم که مرحله نهایی رو هم روی کار گلمون بیاییم. من قصد دارم که برای اینکه یه مقداری بیشتر اینا رو کمی تو سایه بیشتر نشون بدم، مجدد برم سراغ لوندر با کمی صورتی و جنبرلیان ترکیبش بکنم و کمی رنگ سایه بیشتری رو تو این قسمت به گلم اضافه بکنم که به این ترتیب شدت نور رو تو این قسمت کمتر بکنم. به این صورت این قسمت با این روش گلیزی که استفاده کردیم بیش از پیش توی سایه میره و هم حجم مناسب تری پیدا میکنه، هم نور و سایه مقداری معنای صحیح تری توی کارمون پیدا میکنه. حتی در مورد این گل هم همینطور، باز ترکیبی از همین گل با رنگ بنفش لوندر برای قسمت‌های سایه میتونه خیلی مناسب باشه. از خود رنگ گل هم تو این قسمت‌ها حتما میام که این قسمت سایه یک پارچه نباشه. خیلی خب، یه مقداری هم کنتراست رو در این نواحی ما جا داره که کماکان بیشتر کنیم به بهانه این ساقه گلها و برگها.
حتی ابعاد و اندازه این گونه رو باز میتونیم کمی تغییر بدیم. از دور که به کار نگاه میکنیم قضاوت بهتری میتونیم داشته باشیم در مورد تغییراتی که مد نظرمون هست. میبینید با نوک تیزش میشه تمام این جزئیات رو بدون اینکه ابزارمون رو تغییر بدیم ایجاد بکنیم. دوباره رنگ نسبتاً سردی رو درست میکنم و به روش گلیز روی نسبت میام، یا روش گلیزینگ که کمی بیشتر تو سایه بره این قسمت. امیدوارم که از لایو امروز دوستان لذت برده باشین و براتون مفید بوده باشه. لایو های اینستاگرام رو در مدت های در واقع در فاصله های زمانی شاید طولانی برگزار میکنیم، اما اگه تمایل داشتین تو کلاس های آنلاین ما هم حتی به صورت تک جلسه ای میتونین شرکت بکنید. با خانم رونیا عزیز هماهنگ بفرمایید و توی کلاس ها به صورت تک جلسه ای، و اگر حالا در آینده تمایل داشتیم به صورت ماهانه و ترمیک هم میتونید شرکت بکنید. اونجا خب توی کلاس های آنلاین توضیحات بیشتره و خیلی پایه‌ای تر راجع به کارها صحبت میشه. این تمام مطالبی که امروز
در عمل اجرا شد با یک دیتیل و جزئیات بیشتری مورد بحث هست، راجبش صحبت میکنیم، تمرین های لازم رو میدیم به بچه ها و واقعا خیلی خوب کار میکنن. من قصد دارم که به زودی، قرار بود که خیلی زودتر از این اتفاق بیفته ولی خوب نشد، اما به زودی کار دوستانی که به صورت آنلاین توی کلاس ما بودن رو تو استوری براتون میذارم، بعد واقعا ببینید شگفت انگیزه. کسانی که در بینشون واقعا تعداد زیادی از دوستانی هستن که اصلا من واقعا نمیشناسمشون، یعنی از شاگرده حضوری ما هم نبودن، اما با اینکه تو آنلاین با ما با هم آشنا شدیم و تو کلاس آنلاین شرکت کردم، به قدری کارهاشون زیباست، به قدری با استعداد و خوب کار میکنن که واقعا افتخارآمیزه. بسیار خوب، این هم از این. به نظرم کافیه برای اینکه یک جلسه لایو اینستاگرامی دیگه بیش از این هم به نظرم میاد که هم زمان خیلی نامحدود نیست برای کار و همین که قرار نیست که خیلی هم پیچیدگی های کار رو بخوایم بیش از حد زیاد بکنیم و همین که کار به یک نتیجه مناسبی برسه به نظرم ما به نتیجه‌مون رسیدیم و امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. امضای همایونی رو هم بزنیم و بریم سراغ پرسش و پاسخ ها. امضا هم باز یکی از اون چیزهایی که اعتقاد منه، درست و غلط واقعا نیست، ولی من نظرم همیشه راجع به امضا اینه که همیشه امضا رو طوری کار بکنیم که دوستان، این گلات اون مدل نبوده، من یه مقدارش از خودم اضافه کردم. امضا نباید خیلی به نظر من مشخص باشه، مگر اینکه واقعا ناظر کار تصمیم بگیره بدونه که این کار کار کیه در اون لحظه است که باید امضا رو بتونه ببینه. در غیر این صورت اصلا امضا موقع تماشای کار نباید به چشم بیاد. این نظر شخصی منه، نه که درستش این باشه. در اینجا معمولا من امضاها رو خیلی کمرنگ و خاموش میذارم و اجازه میدم بیننده از خود کار لذت ببره. خب من میخواستم یه کار دیگه بکنم. میخواستم اینجا اگر بشود رنگ سبز چند تا برگ بکشم و اینو به این صورت بیارم اینجا. اینجوری به خاطر همپوشانی میتونیم نشون بدیم که این گلها تو پلن عقبتر هستن و این یکی گلها هستن که در اولویت هم و جلوتر به نظر میان. امیدوارم که لذت برده باشید
و خب الان چون کار خیلی موج داره، همونطور که میبینید کار سشوار گرفته بشه، صاف بشه، من عکسش رو میگیرم و توی پیج در اختیارتون میذارم که با جزئیات بیشتر و با کیفیت بهتر بتونید کار رو ببینید. به این صورت این هم روشی بود که با قلموی موی طبیعی، بدون اینکه بخوایم اسپری بکنیم، بدون اینکه بخوایم خیس در خیس کار بکنیم، اما بتونیم یک فضای نرم و لطیفی رو ایجاد بکنیم، میتونه مفید باشه. من یه چیزی همین لحظه به ذهنم رسید و بعدم نمیاد که یه کمی نقاشی رو یه تغییری میخوام بدم، یه حرکت انتحاری میخوام اینجا داشته باشم و اونم اینه که میخوام این حرکت رو اینجا بذارم و اینطور نشون بدم که این مجموعه خیلی هم رو هوا نیست و یک سبدی هستش که این مجموعه رو در بر گرفته. ایده بود که در لحظه به ذهنم رسید، حتی بعد از امضای کار گاهی اوقات یه چیزی به ذهن آدم میاد که میتونه جالب باشه. از برن سینا و قهوه‌ای رد براون استفاده کردم تا به این صورت نشون بدم که در حقیقت این نقاشی بخشی از یک سبد گل هست. ایده جالبی بود به صورت انتحاری، یهو الان حس کردم اگر باشه جالب تر میشه. خیلی هم قرار نیست جدیش بکنیم، همین که تداعی کننده این باشه که یک سبدیه که گلها توش هستن، به نظرم ما به اون نتیجهی که میخواییم رسیدیم. به این شکل خب بریم کامنت ها رو باز کنیم، از نزدیک هم ببینید که من چجوری این دسته رو و این قسمت سبد رو برای قسمت زیر در نظر گرفتم. ببینید که هر چقدر به سمت من و این میاد همه چیز روشن‌تر شده.